من در جوانیم که سال دهه 20 بود، من 1303 متولد شدم، 1320 17 ساله بودم. در اون دوران ناگهان دیکتاتوری برداشته شده بود و آزادی اومده بود و روزنامه ها و احزاب و اینا شده و پلود یه هرج و مرج شده بود مثل جامعه. و در اون موقع همه انتقادات سیاسی میکردن اینا. یکی از احزابی که اون موقع از همه بیشتر نفوذ داشت بین جوان ها حزب توده بود و من و یکی از هنرمندان جوان اون موقع مثل حنانه، مرتضی حنانه، احمد شاملو، نادرپور، شاهرودی، اکبر مشکین، محمد علی جعفری، این آدم ها هممون جلب شده بودیم به سازمان جوانان حزب توده، انقلابی بودیم خیلی. یه رفیقی هم داشتیم کیمران که پدرش هم جز سران حزب توده بود، یه ماشین لکنتویی داشت، می آورد چبا ما پولامون رو میذاشتیم رو هم بنزین میخریدیم میریختیم این دو، این بارو میبرد به تجریش دم باغ فردوس، یه قنات آبی در میومد و یه کیوسکی اونجا بود، ساندویچ و آبجو اینا میداد، ما پامون رو لخ میکردیم میذاشتیم توی این قنات، یه ساندویچی هم میخوردیم و توران که میومدیم هر جا که یه جای بزرگی باغ بزرگی بود مصادره میکردیم، اینجا رو کاخ جوانان میکنیم، اینجا اوپرا میسازیم، شیرخوابا، اینجا نمیدونیم، اینجا تئاتر ملی میسازیم، اینجا کنسرواتوار میسازیم. خیلی دیگه آرزوها داشتیم که مثلا یک ساله بیسوادی رو از ایران ریشه‌کن کنیم. جوان بودیم فکر کردیم این میشه مثلا یه سال. مثلا اینجا اوپرا میسازیم، فکر میکردیم خب اوپرا آخه اقلا 30 تا خواننده میخواد، کور میخواد، 30-40 تا موزیسین میخواد، اینا رو که نداریم. حالا فرض کنیم که با پول نفت بریم از فرانسه یه گروه بیاریم اوپرا رو هم بسازیم که بیاد تماشا کنه، مردم گوششون آسته نیم، من اصلا هیچ فکر نمیگرد. یه شب که نشسته بودیم اونجا میخوادم که کلامون گرم شده بود، یکی از این لوتی های دورگرد آمده بود دم ماشین ها گدایی میکرد، یه کمونچن دستش بود، یه شعری رو میخوند و یه پولی از مردم میگره، یه دانی کمونچه داهاتی هم داشت. من بود که دیگه لوتی هم اینه قبولش نمیکردن، این بازنشسته شده بود که هفتش با همون نرفته، موهای جوریده، یه پا چارو، یه پا گیبه، لباس وصله، فقیر بدبخت. نمیده این دم ماشین ها تریاکی هم بود، اینا دندوناش تو دهنش جفتت چارکش بود. من اینجوری کمونچه میکشید یه شعری هم بخونه، عزیز دل من، عزیز دل من، دلم میخواد زنم میشین، عزیز دل من، او با این سیم بمه یه آکوردی هم میگره، یه پولی میگره. یه همجور که از دور میومد در این ماشین ها گدایی میکرد، یکی از این بچه ها که خیلی هم تندرو و انقلابی بود یه را به این نگاه کرد، گفت تماشا کنیم هنرمند کشور 6000 ساله رو نگاه کنید به چه رو دفتن. اون نگاه که این گرون بالی زود. یکی دیگه گفت بله این اگه در اتحاد جماهیر شوروی بود چایکوفسکی میشه. حالی که عشق و چشم اومده ناراحت دفتن بیچاره بودیم به چه رو دفتن. یکی دیگه گفت بله در آلمان اگه بود بتوون میشد. شاهرودی حالا شاعر گفت پیاز لاله هلندی را در کبیر خرس کن، نش گفته پش بود ما گریه ناراحت. امون جان بیا اینجا ساندویچ بهش دادیم، آبی جایی دادیم، اینا نازش کردیم، اینا بیم. این حرفای ما رو که شنید فهمید که جوانایی از زرکیه بوده، چیزیم ساده لایی بینم دمشت. بله آقا جون، ما رو به این روز نگاه نکن، ما یه روزی تو این گراند هتل با مرحوم درویش خان کنسرت میده. دهی بابا این همکار درویش خان بوده بیچاره، داد به این مملکت بکنم. هنرمند ما ببین به چه روز افتاده، زار میزنیم، گریه میکنیم، سیگار طرفش میکنیم، فرنگی ایرونی همه جوری شو بلدیم.
با اون پرویز محمود هم توی اون ارکسترش از این ویولون گنده ها میزدیم. ای بابا این ویولون سلیست بوده به این روز افتاده، به گدایی افتاده اینا. یه پسرم بود یه خودت شیگول بود، بور خورده بود تو ما میومد توی این شب نشینی ها میرم میلرسید و اینا و از مالیشم بود. اون موقع یه آهنگی مود بود، مود روز بود، آماردومیو میرفتن آخرسه چیت تو چیت میرسیدن با این تانکون آماردومیو نمیدونم یادتونه یه چه این تاکو فرنگی ایرونی همه جور بردم میخواست امتحانش کنه، گفت همون جون آماردومیو رو بلدی بزنیم. آماردومیو کاری نمیدونم آماردومیو دیرم میخواست زرم بشی آماردومیو زن عزیزه من بشی آماردومیو. یعنی که گوه ما فهمیدیم کلکه. یکی از بچه ها بگیم مسخره میش کنی که همونشون تو که به خوبی فرنگی بلدی بزنی یه بایی که نوه به تو به نو بزنی نوانه که فوت آمد نوه به تو به دلم بزنم.